26 مرداد 1373 نخستین دیدار خانم مرضیه با رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی. عصر روز چهارشنبه 26 مرداد 1373 خانم مرضیه که میهن را به قصد پیوستن به مقاومت ایران ترک کرده بود فرانسه دیدار کرد. در آغاز این دیدار خانم مریم رجوی ضمن خوش آمدگویی به ایشان و با ابراز خوشبختی از اینکه بانوی بزرگ آواز و موسیقی ایران را در کنار مقاومت میبینند گفتند: شما طی چند دهه اخیر با صدای زیبایتان نوازشگر جان و روح ده‌ها میلیون ایرانی بوده اید و تصادفی نیست که ستاره درخشان آسمان هنر ایران در درون رژیم فرهنگ کش و زنستیز خمینی از قضا یک زن است. مرضیه ضمن ابراز امتنان از سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت دیدار با ایشان را شانس بزرگی برای خود دانست و گفت: بسیار خوشحالم که در کنار شما هستم. خیلی ها آرزوی دیدار شما را دارند. شما برای رهایی مردم ایران و به خصوص زنان ستم دیده ایران به کارهای بزرگی دست زده اید که من از توصیف آنها عاجزم. شما راهنمای همه ما و همه زنان هستید. زنان ما به شما پشتگر هستند. 29 مرداد 1357 فاجعه سینما رکس آبادان. روز 29 مرداد 1357 در یک توطئه شوم سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد و صدها تن از مردم بیگناه در این جنایت وحشیانه زنده زنده سوختند. تلاش خانواده‌های این قربانیان برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت به جایی نرسید. پس از سرنگونی حکومت شاه، عیادی رژیم خمینی نیز نه تنها مانی افشا و معرفی عاملان این جنایت شدند، بلکه وقتی خانواده‌های قربانیان دست به تحصن زده و خواستار پیگیری ماجرا گردیدند، مورد تعرض و تهدید نیروهای سرکوبگر و مقامات رژیم آخوندی قرار گرفتند. نهم مرداد 1358 فرمان خمینی برای قتل عام و سرکوب مردم کردستان ایران. روز 29 مرداد سال 1358 خمینی جلاد که یک فتوای جنایتکارانه دستور سرکوب وحشیانه مردم کردستان را صادر کرد. خمینی نیروهای ارتش، پاسداران و چماقدارانش را به همراه یک دوجین قاضی دشقیم به سرپرستی آخوند خلخالی برای اجرای این فرمان روانه کردستان کرد.
خمینی دجال همچنین با نوشتن عبارت مخالفین اسلام که میخواهند کشور را به کفر بکشند در فتوای خود زمینه هر جنایتی را برای دشقیمانش فراهم کرد تا آنها در اعدام و بمباران روستاها و شهرهای کردستان تردیدی به خود را ندهند. از لحظه صدور این فتوای ضد بشری موج قتل عام مردم بی‌دفاع و بمباران روستاها و شهرهای کردستان همچون سقز، بانه، پاوه، سنندج و مهاباد آغاز شد. اول شهریور 1350 ضربه نظامی سواک شاه به مجاهدین خلق ایران. 100 سال مبارزه و درد و رنج مردم ایران در یک هویت ماندگار تاریخی به نام سازمان مجاهدین خلق ایران در ابتدای دهه 40 خورشیدی در میهن ما بنیانگذاری شد. سازمانی که با فکر نو، خط مشی نو، مکتب نو و خصلت بن‌بست شکن و روح فداکاری و صداقت برای رها کردن ایران از دیکتاتوری طرحی نو در انداخت، رشد کرد و بالی. اما در اول شهریور سال 1350 ساواک شاه در یورشی گسترده به پایگاه‌های مجاهدین در تهران و چند شهر دیگر ده‌ها تن از کادرهای مرکزی، مسئولان و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را دستگیر نمود و مجاهدین اسیر را زیر شدیدترین شکنجه‌های وحشیانه قرار داد. به دنبال آن دستگیری‌ها اقشار وسیعی از مردم به حضور یک تشکیلات گسترده انقلابی علیه رژیم شاه پی بردند و به طور گسترده‌ای به حمایت از آن پرداختند و به ویژه در میان دانشجویان و روشنفکران موجی از ابراز تمایل برای پیوستن به این سازمان آشکار شد. سازمان مجاهدین خلق ایران که تا آن تاریخ موفق شده بود به مدت 6 سال تشکیلات خود را از چشم سواک شاه مخفیانه گسترش دهد، پس از این ضربه به علت پایداری بنیانگذاران و مسئولانش بر آرمان آزادی نه تنها مقهور ذره نظامی نشد، بلکه به سرعت به نقطه امید مردم ایران برای سرنگونی رژیم شاه تبدیل شد. ماسه های مجاهدان اسیر و شهیدانی که به دستور شاه اعدام شدند، بن‌بست مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی را گشود و سرنگونی رژیم شاه را در چشم‌انداز قرار داد. اول شهریور 1377 مجازات لاجوردی دشقی و شهادت علی اکبر اکبری. اول شهریور 1377 شقی‌ترین جلاد زمان و ابن موجم دوران، سرجلاد خوناشام رژیم خمینی، لاجوردی به هلاکت رسید. در این جریان علی اکبر اکبری که از نسل بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی بود، جان خود را تقدیم آزادی مردم کرد و به شهادت رسید. لاجوردی هیولای آدمخواری بود که شقاوت را از خمینی آموخته بود و شکنجه تا فراسوی مرز طاقت انسان را علیه نوجوانان و جوانان مجاهد و مبارز این میهن در زندان‌ها اعمال کرده و به نماد شقاوت و قدرت پرستی شوم آخوندها تبدیل شده بود. از این رو عموم مردم ایران لاجوردی را در تاریخ ایران به نام پیشانی نظام آخوندی می شناختند. هلاکت لاجوردی ذره سنگینی بر نظام آخوندی وارد کرد و متقابلاً موج شادمانی سراسر ایران و ایرانیان سراسر جهان را فرا گرفت. آخوند خاتمی که در آن زمان رئیس جمهور خامنه‌ای بود، نقاب مدر نمایی را از چهرش برداشت و جلاد بدنام نظام آخوندی به عنوان خدمتگزار مردم یاد کرد و به این ترتیب بر حقانیت این واقعیت که افعی هرگز کبوتر نمی‌زاید اعتراف کرد و نشان داد که در زیر پرده دعاوی دجالگرانه اصلاحات در رژیم ننگین ولایت فقیه جد جلاد و خوناشام و جنایتکار چیزی وجود ندارد.